سرخط مهمترین خبرها، آغاز دعوت تیرماهی جوانان به ارتش، شکایت ها از بازداشت والدین، مهاجران تاجر را به یکی از شهرهای غصب شده اوکراین فرستادند و سرگذشت یک زن تاجر که در روسیه موفق شده است. درود بیننده عزیز و هفته نوتان بخیر باشد. برنامه نوید بامدادی است با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان. امروز 3 اکتبر است. دعوت تیرماهی جوانان به ارتش در تاجیکستان آغاز شد. بر اساس فرمان رئیس جمهور امومالی رحمان، این معرکه از 1 اکتبر آغاز شده تا آخر نویبر ادامه می کند. مقامات گفتند الکی 10 نفر جوانان را به ارتش فرستادند. حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان از اجرای نقشه دعوت به ارتش خبر داده است. اما با شروع جلب جوانان به ارتش، شکایت ها از بازداشت پدران به دست رادیوی آزادی رسید. از جمله یک ساکن ناحیه نورآباد به رادیوی آزادی نوشت خودش در مهاجرت است و مقامات پدرش را بازداشت کردند. با گفته این همصحبت ما، مقامات در نزد پدرش شرط گذاشتند که پسرش از روسیه برگشته به ارتش شود. این ساکن ناحیه نورآباد میگوید قرضدار است و نمیتواند که فعلا به وطن برگردد. مقامات در این باره چیزی نگفتند، ولی سالهای گذشته شکایت های مانند به این را رد کرده بودند. طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، 10 مهاجر تاجیک برای کار به شهر غصب شده ماریوپل فرستاده شدند. ماریوپل در بهار امسال شاهد درگیری های خونین شده بود و ماه می از سوی نیروهای روسیه تصرف شد. به گفته مقامات اوکراین، سربازان روسیه ماریوپل را به خرابزار تبدیل کردند. چندین مهاجر تاجیک با ارسال عکس و نوار به رادیوی آزادی گفتند آنها را از روسیه به ماریوپل انتقال دادند. به گفته یکی از مهاجران، به آنها وعده دادند که ماهانه برایشان 120,000 روبل میدهند. مهاجران گفتند اساسا تاجیکان و ازبکان را به ماریوپل فرستادند. ما همچون یک کارجو با مسئول یکی از شرکت های انتقال دهنده به ماریوپل صحبت کردیم. او تصدیق کرد که یک ماه است که مهاجران را به ماریوپل میفرستند و امنیتشان تامین است. هرچند چند مهاجر میگویند از ترس جنگ نخواستند که به ماریوپل روند. مسئولین سفارت تاجیکستان در روسیه میگویند با مهاجران توصیه دادند که از رفتن به منطقه های خفناک خودداری نمایند. در رابطه با اوکراین یک خبر دیگر هم داریم. رئیس جمهور اوکراین گفت که شهر لیمان ولایت دنسک پر را آزاد کرده شد. وزارت دفاع روسیه تصدیق کرد که سربازانش لیمان را ترک کردند، ولی آن را عقب نشینی به موقع های مناسب تر نامید. در شبکه های اجتماعی عکس و نوار سربازان اوکراین در مرکز لیمان نشر شدند. وزیر دفاع آمریکا لوید آستین بازپس گرفتن لیمان را کامیابی چشمه‌ی نیروهای اوکراین دانست. زلنسکی در سخنرانی خود شب 1 اکتبر گفت منصبداران بلندپایه روسیه الکی به گزیدن یکدیگر شروع کردند. او احتمال اظهارات رئیس جمهور چچنستان رمضان قادیروف را در نظر داشت. قادیروف فرمانده الکساندر لپین را به ناکامی در لیمان متهم کرد. لیمان ماه می امسال زیر نظارت نیروهای روسیه قرار گرفته بود. استخبارات نظامی بریتانیا از دست دادن شهر لیمان را برای روسیه شکست جدی سیاسی توصیف کرد. بعد سال 2000 نه تنها مردان بلکه 10 نفر زنان تاجیک هم مجبور شدند برای پیدا کردن کار به روسیه روند. درباره زندگی سخت مهاجر زنان خبرهای زیاد نشر شده است، ولی همکار ما محمود جان رحمت‌زاده امروز درباره زن نقل میکند که کارش در روسیه پیشرفت کرد و میخواهد دیگر زنان مهاجر هم مثل او باشند. دخترو مخلصان عزیز چخیل که ما وعده داد پیامی ویدیویی موزونه نغزی زن مهاجری تاجیک در شبکه اجتماعی. این زن با آبوناچیونش که بیشتر زنان مهاجر هستند در موضوعهای گوناگون از جمله حقوق و پیدا کردن کار در روسیه مشورت میدهد. بسیار زنها را میدانم که عذاب کشیده هستند و برای همه خیلی زنها میخوام همه خیلی کورس را هوی کنم. کورسی پورا کردن، از کورسی دوختن، از کورسی لیکال تیار کردن، بازا تیار کردن که همین زنهای تاجیکی ما در همین روسیه عذاب نکشند. پولی که در روسیه میدین برای دوزنده ها از تاجیکستان فرقیت کلان دارند. افتر کلیکسی دیزاینر موزونه نقزی موزونه طراح است و به فرق از زنهای دیگری تاجیک در مهاجرت هنر دارد. میگوید در تاجیکستان موفق بود و حالا همین هنرش او را در روسیه نان میدهد. به حیث کار کردن، پول کار کردن، فرزند داره با پخزاندن، همچون هر یک مهاجری زن تاجیکی که به روسیه میاد و به دیگر دولت ها میره، ما هم همچنان آمدیم که کار کنیم و
چه خیلی که بسیاری ها میدونن که ما در تاجیکستان چه ها را محکم کردم، مگزین چیزی داشتم در تاجیکستان محکم کردم آمدم، همینجا به حیثی کار کردن آمدیم. اول آمدیم خیلی عذاب کشیدیم، زحمت کشیدیم، به حد عذاب بسیار کشیدیم و ایروی همین من همین زنها را میخوام دستگیری کنم. این زنی مهاجر تصمیم دارد زنانی در حقیقت نیازمند و خواهشمند را به آموزش دوره دوزندگی دعوت کند. آموزش بیرون از ساعت کاری زنان مهاجر و در وقت برای آنها موافق برگزار می شود. موضوع نمیگوید که پولی آموزش از حساب آبونچیان دیگرش است که آنها نیز مهاجرند، ولی به فرق از دیگر زنان کار و زندگی خوب داشته اند. آرزو دارم که با پا بخیزند، یک هنر یاد بگیرند. از سببی که بسیاری زنهای تاجیکی ما وش образовани ندارند و مکتب میانه را همچنان خواندگی نیستند، تا صنف 5 6 خواندگی اند و ما میدونم که به حد قینده به وش образовани در روسیه به حد قینده برام که میخوام که یک هنر یاد گیرن که سرخم یک کسی دیگه نشوم. زندگی موضوع از زنان دیگری تاجیک که در مهاجرت هستند فرقی زیاد دارد. موضوع میگوید که بیشتری زنان مهاجر زبان را نمیدونند و با مشکلات زیاد گرفتار میشوند. شماره زیادی مهاجران تاجیک در شهرهای گوناگون روسیه قرار دارد. در میان آنها زنان مهاجر نیز زیاد هستند. در نظر است که امروز 3 اکتبر حکم دادگاه در نسبت روزنامه‌نگار عبدالله غربتی اعلان شود، روز پنجشنبه 29 سپتامبر عبدال کننده دولتی برای غربتی 8 سال زندان طلب کرد. هرچند وکیل مدافع میگوید دادرس چند طلبی او و عبدالله غربتی را رد کرد. از جمله وکیل مدافع خواسته است کارشناس طبی و دادگاهی و همچنین شاهدان علاوگی به مرافعه دعوت شوند. غربتی طلب کرده است که نوارهای شعبه کارهای داخلی ناحیه شاهمنصور در روز 15 ایان طلب کرده گرفته شوند، طلبهایی که معلوم نیست به کدام خاطر رد کرده شدند. بینندگان عزیز، همکاران ما مرافع عبدالله غربتی را پیگیری دارند و دوام امروز برایتان اطلاع بیشتر خواهیم داد. اخیراً مبارک قاسم همسر عبدالله غربتی از پرزیدنت امام‌علی رحمان خواست برای آزادی شوهرش کمک کند. غربتی ماه ایون امسال بازداشت شده بود. بخشی از روز تاریخ را همکارم خرامان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 3 اکتبر را فرا میگیرد. اکتبر سال 1908 در شهر بخارا در حوله میرزا عبدالواحد منظیم، یک معارف پروری معروفی دور، اولین مکتب اصول نو یا جدید تأسیس شد. در آن در قطار علوم دینی علم های دنیوی نیز آموزانده می شد. در 2 ماه شمار شاگردان آن به 12 نفر رسید و اکثری طرفداران اصول نو معارف پروران و نزدیکان آنها صاحب کاران زمانوی بودند که ضرورت اصلاحات در نظام معارف و باسواد کردن مردم را درک می کردند. این مکتب دیر نپایید ولی توانست جامعه را به ضرورت تغییر نظام آموزش و پرورش وادار کند. 3 اکتبر سال 1959 در تاجیکستان شوروی نخستین شبکه تلویزیونی فعال شد. نمایش های اولین آن همگی 3 دقیقه بودند و وقتی باقی مانده 2.5 ساعتی اساساً با فیلم های مستند پر کرده می شد. در سالهای استقلالیت حکومت تاجیکستان شبکه های نوی تلویزیونی مثل سفینه و جهان نما، بهارستان و سینما و دیگرها را راه اندازی کردند که اساساً با باستاب و تبلیغ سیاست دولت روانه شدند. حکومت به دشواری اجازه تاسیس تلویزیون های خصوصی را می دهد. 3 اکتبر سال 2020 در اوج پاندمی کرونا ویروس تئاتری به نام تحفه فاضل و در شهر کنی بادام باری اول در تاریخ تئاتر تاجیک نمایشی آنلاینی را براه ماند. نمایشنامه بازیچه‌های تئاتر کنی بادام را در یوتیوب و صحیفه های دیگر اجتماعی آن روز هزارها تماشابین دیده توانست. این در حالی بود که وضع تئاترهای کسبی تاجیکستان که اساساً به سبک سنتی تماشابین و صحنه کار را پیش میبرند سالهای اخیر با مشکلات زیاد از جمله کمبود نمایشهای دلرس و کمی تماشابین روبرویند. قرب دلار آمریکایی در برابر اسعار ملی سامانه پست شده، ارزش روبل روسی باشد به تغییر است. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به 168 سامانه برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد به 978 سامانه عوض می شود. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 3 اکتبر چنین است. بینندگان عزیز، با پایان برنامه نوید بامدادی رسیدیم. از این به بعد برنامه ما ساعت 9 به وقت دوشنبه و 7 به وقت مسکف پیشنهاد شما می شود. منتظر نظر و پیشنهادهای شما هستیم.